دو کشیش با کفش‌های نوک‌فلزی و با پاشنه‌های فایبرگلاس در حال تمرین رقص ایرلندی هستند. پدر دیوید رایدر و پدر جان گیبسون با ضربه‌های پایین رقص را اجرا می‌کنند. آنها در کالج آمریکای شمالی که دانشگاهی برای کشیش‌های کارآموز آمریکایی در روم است تمرین می‌کنند. آنها در اواخر نوجوانیشان تصمیم به کشیش شدن گرفتند. هر دوی آنها عاشق رقص هستند. من قبلا تپ دنس آموختم، اما وقتی 12-13 ساله بودم فیلم آواز در باران را دیدم که جین کلی برای اولین بار تپ دنس اجرا میکرد. من واقعا عاشق این رقص شدم و فهمیدم که میخواهم یک رقصنده تپ دنس شدم. من از خانواده ایرلندی هستم و این رقص را در مدرسه‌ای در شهر میلواکی آموختم. یک فرهنگ غنی ایرلندی در میلواکی وجود داشت و خواهرم اولین کسی بود که رقص ایرلندی را شروع کرد و من دنبال روی اون بودم. پدر دیوید و پدر جان بعد از اینکه ویدیوی رقصشان در جریان جمع‌آوری اعانه در ماه آوریل منتشر شد، به افراد مشهوری تبدیل شدند. ویدیوی آنها بیش از 260 هزار بار دیده شده است. در این ویدیو آنها با اجرای رقص به رقابت با هم می‌پردازند، در حالی که جمعیت آنها را تشویق می‌کند. به گفته پدر دیوید رایدر، تاکنون سابقه نداشته که کشیش‌ها تپ دنس انجام دهند. به همین خاطر او قصد دارد به ستایش خداوند و رقصیدن روی صحنه ادامه دهد. با هر کسی که این روزها حرف میزنم از این ویدیو صحبت میکند. بیشتر مردم نگاهی مشتاق به این ویدیو دارن و این خیلی خوب است که چنین بازخوردی را میبینم. به نظر من یک ماجراجویی بزرگ الهی است که ما انجام میدهیم. من هر روز به خدا میگویم تو این استعداد را به من داده ای و من آمادم که آن را در راه تو به کار ببرم و از این استعداد برای نمایش شکوه و جلال تو استفاده کنم. هر دو کشیش سمینارهایشان را به پایان رساندند و در حال حاضر در حال اتمام تحصیلاتشان در یک دانشگاه کاتولیک در روم هستند. باز هم در ایتالیا، خواهر مسیحی کریستینا سکوچا 26 ساله که در مسابقات استعدادهای خوانندگی در سال جاری برنده شده، اولین موزیک ویدیو خود را منتشر کرده است. موزیک ویدیو مانند یک باکره برگرفته از آلبوم مدوناست که در سال 1984 منتشر شد. ویدیو او عاری از نگاه‌های تحریک‌آمیز مدوناست. در این موزیک ویدیو خواهر کریستینا با لباس مشکی راهبه‌ها و صلیب عیسی مسیح بر گردن ظاهر می‌شود. این موزیک ویدیو به وسیله سرویس اطلاعات مذهبی که به اسقف‌های ایتالیایی نزدیک است، به عنوان یک عملیات تجاری محاسبه شده و گستاخانه مورد انتقاد قرار گرفته است. اما خواهر کریستینا می‌گوید که این آهنگ نمی‌خواهد کسی را تحریک کند. با اون کار را انجام داده چرا که موسیقی را نوعی نیایش سکولار می داند. آهنگ مانند یک باکره به همراه 9 آهنگ دیگر در یک آلبوم جای گرفتند که به زودی منتشر خواهند شد.